کشف پرونده های تازه فساد در جمهوری اسلامی، این بار در نیروی انتظامی. آنچه که آقای علی خامنه ای، آیت الله علی خامنه ای امروز درباره مذاکرات اتمی گفته است: بر سر کشتی حامله به گفته مسئولان جمهوری اسلامی کمک های انسانی برای مردم یمن چه آمد؟ آخرین خبر حاکی است که این کشتی برای بازرسی به جیبوتی هدایت شده است. و در عرصه اقتصادی در ایران چه می‌گذرد و نیز در عرصه سیاست خارجی، و اینکه چرا حکومت فقیه در ایران از روزنامه‌نگاران از جمله از احمد زیدآبادی هراس دارند. احمد زیدآبادی در پی آزادی از زندان به دنبال گذراندن محکومیت 6 ساله به بندرعباس تبعید می شود. با من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر از شبکه تلویزیون ایران فردا آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس اقتصادی و امور بین الملل در انگلستان، و آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایرانی عضو کمپین سفارت سبز در نروژ. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. خب، ضمن سلام به شما عزیزان، در ساعت 1 بعد از ظهر آفتابی واشنگتن به نمایندگی از شما سلام میگیم و خوش آمد به آقای رضا تقی‌زاده. سلام به شما، به بینندگان شما و مهمان برنامه آقای حیدری. آقای حیدری سلام به شما در نروژ. منم خدمت شما و جناب آقای تقی‌زاده و بینندگان برنامه‌تون سلام دارم، در خدمتتون هستم. آقای تقی‌زاده، این کشف فساد مالی در جمهوری اسلامی ظاهراً به یک روال روزمره تبدیل شد و انگار که رکوردهای تازه‌ای که به اصطلاح شایسته مدال‌های جدید، مدال طلا هستند، به جا گذاشته میشه و هیچ اتفاقی هم نمیفته. هر چند گاه گزارشی میرسه از مسئولان، منتشر میکنن در تهران که اینقدر این رقم کشف شده، این افراد هم مسئولن. بیشترم البته برای حفظ احترام اینا با اسم مستعار، گاهی هم با اول اسامی. قضیه چیه؟ چرا این پرونده ها واقعا به جایی نمیرسه؟ این خورده برده دارن از هم دیگه، یا همه در این غارت بزنیم اسمش، من نمیدونم سهیم هستن. پرسش بسیار منطقی و به جایی است، ولی پاسخ اون رو بایستی رهبران جمهوری اسلامی در درجه اول علی خامنه ای عرضه بکنه. روز گذشته دو تحول تازه، نسبتا تازه، در ارتباط با اقتصاد جمهوری اسلامی صورت گرفت. یکی اینکه شورای پول پیشنهاداتی رو که از ماها قبل در دستور کار داشت پذیرفت تا میزان وام به خانه هایی که ارزان قیمت بودن رو به 60 تا 80 میلیون افزوده بشه، اضافه بکنه، و به کسانی که داوطلب خرید خونه هستن در این حد وام بدن. اگر ما همین مبلغ وام امروز جمهوری اسلامی رو که هنوز معلوم نیست به چه صورت در اختیار متقاضی ها قرار میگیره محاسبه بکنیم با ارقامی که 3 سال پیش تعلق میگرفت به وام های متقاضیان، ارزش پول امروز در حدود 20 میلیون تومان هست. یعنی عملا در حالی که جمهوری اسلامی دارایی های مردم رو از اونها میگیره و در مسیرهایی که منتقل میشه به وابستگان رژیم به اونها میرسونه و مردم رو هر روز فقیر و فقیرتر میکنه، هر روز ارقام تازه ای از فساد در جمهوری اسلامی عیان میشه و چهره های تازه ای میپیوندن به صف طویل کسانی که از این خان نمدی گرفتن و به هر حال دارایی های مردم رو همونطور که شما گفتید به یغما بردن.
هنوز بیش از یک سال و اندهی از دستگیری ظاهری آقای زنجانی نمیگذره که متهم به برداشت بیش از 3 میلیارد دلار از دارایی های ملت ایران هست که اسم آقای احمدی مقدم عیان میشه و البته شاید جمهوری اسلامی اگر قادر بود حتی از افشای نام او خودداری میکرد، ولی حالا روشن میشه که علت برفیناری او از نیروهای انتظامی مداخله مستقیم او در یک کلاهبرداری کلان مالی است. و توجه داشته باشیم که احمدی مقدم ضابط دادگستری است، ضابط قوه قضایی است، رهبر و یا رئیس نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی است. واقعا اگر نشه به پاسبان و مجری قانون جمهوری اسلامی هم اعتماد کرد، به چه کسی میشه؟ در حالی که قوه قضاییه همچنان در گیر دستگیری آفتاب دوست‌ها و کسانی است که شاید اگر دزدی میکنن برای ارتزاقه، ولی کسانی که با ارقام میلیاردی، 100 میلیاردی، 1000 میلیاردی دزدی میکنن همچنان در پناه قانون جمهوری اسلامی، در پناه قوه قضایی جمهوری اسلامی به خوشی سر میکنن و آپارتمان ها، ساختمان ها، ویلا ها، باخای اونها در بهترین مناطق دنیا از کانادا تا آمریکا همچنان دایره پابرجاست. اشاره به کاخ ها و سرمایه های منتقل شده از ایران به خارج کردن آقای تغییرزاده. آقای حیدری، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی فرق نمیکنه از روز نخست تا به این ور تا به امروز. من فقط یک قلم رو اشاره میکنم، در داماد آقای ابراهیم یزدی و مخلفات آقای ابراهیم یزدی در جریان پس از انقلاب تونستند خیلی اسناد، مدارک، خیلی چیزا رو در همین واشنگتن منتقل کنن به جای دیگه. هیچ وقت هم آقای ابراهیم یزدی در این زمینه توضیح روشن نداد. این مال روزهای پس از انقلاب هست. بماند امروز، طی این سالهای پس از ابراهیم یزدی تا به امروز که رئیس دیپلماسی ایران بود پس از انقلاب، وزارت خارجه حکومت ایران چه نقشی داره در انتقال این سرمایه‌ها به خارج از ایران؟ خب ضمن اینکه باید از این افرادی که به نوعی به نظام وابسته هستند در مکان‌ها و جاهایی که احیاناً با مشکل مواجه میشن باید حمایت کنن و این دستورالعمل ویژه‌ای که در واقع براشون صادر شده، نکته دیگه‌ای که در چارچوب این قضایا هست نحوه انتقال پول‌هایی که بعضن از طریق سیستم‌های بانکی اینها نمیتونن بیارن بیرون و در واقع وزارت امور خارجه و افرادی که در رده‌های بالای وزارت خارجه داره گذرنامه‌های سیاسی هستن و از این مسئولیت سیاسی در سایر کشورها برخوردار هستن، به صورت نقد خارج میکنن و بعضن مبادرت به معامله و تجارت میکنن در کشورهایی که هستن. و طبق اسنادی که در خود اداره حقوقی وزارت خارجه موجود بوده، از سفرایی که بعد از انقلاب بر پست‌های سفارت منصوب شده بودند یا به عنوان سرکنسول منصوب شده بودند، بیش از 90% در بازرسی‌هایی که انجام شده مبتلا به اختلاس و موارد سوء مدیریت و مسائل مالی بودند. ولی عملاً جمهوری اسلامی نسبت به این مسائل، همون جوری که رهبری نظام میگه این موارد نباید کش پیدا کنه و در مطبوعات منعکس بشه، همواره به صورت محرمانه نگه داشته میشه و در نهایت افراد رو برای مقطعی دور از صحنه نگه می‌دارن و مجدداً چون وصل به شبکه قدرت هستن در جای دیگه ازشون استفاده میکنن و دوباره در پست دیگه میبینیم که حضور دارن. یعنی این دستگاه، این مکانیزم همچنان داره عمل میکنه در حال حاضر هم؟ چون خود سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی و بیت رهبری که زیر نظر آقای خامنه ای اداره میشه با فساد عظیمی مبتلا است و خود آقای خامنه ای صاحب بیشترین ثروت در کشور است و اخیراً هم که گزارشاتی که اومد بیرون، حتی رویترز، خبرگزاری رویترز عنوان کرد که آقای خامنه ای بر اساس همون فقط ستاد فرمان اجرای امام چه منابع مالی و چه قدرت مالی ویژه‌ای رو در اختیار داره، نشون دهنده اینه که خود سردسته در واقع همه این جنایات و همه این اختلاس ها در بیت رهبری و زیر نظر خود ایشون داره فعالیت میکنه. خب البته اون موقعی که گفته بودن 95 میلیون دلار بود یا یورو، هر چقدر که بود، دلار یورو، هر چه، دو سه سال پیش بود، الان فکر میکنم با سودش خیلی بیش از اینا شده، تازه یک رقمه قضیه است، نیست آقای حیدری؟ دقیقاً موضوعی که میشه بهش بازم در این رابطه اشاره کرد، در طول دوران آقای احمدی نژاد فروش همین 920 میلیارد دلار نفتی که جمهوری اسلامی فروخ و عملاً پولش معلوم
به چه مراکز و چه خریدهایی انجام شد و اختلاسهای کلانی که انجام شده، ما میبینیم که آقای خامنه ای و بیت رهبری و قوه قضاییه منصوب به ایشون عملا هیچ اقدامی نمی کنن و این قضایی ها مسکوت مونده و از طرفی به دنبال عناصر ریز و خورده پایی هستن که اونها رو بیان محاکمه کنن یا در سطح شهر بیارن بگردونن به عنوان کسانی که در واقع به جرم های کوچکی ارتکاب کردن. خب حالا شاید آقای خامنه ای عذرش موجه باشه، این که پولی که مربوط به مردم از تو دست و بال مردم جمع کرده زیر نگین خودش گرفته، که معتقد است که پول دست مردم باشه دوچار معصیت ممکنه بشن، اینه که مواظبت میکنه از پول مردم زیر نگین خودش. ولی بقیه چی؟ آقای فرزاده عزیز ببینید، همین نیروی انتظامی از یک طرف هم در کشتن، زدن، ضرب و جرح مردم در مواقع اعتراض نقش داشته. بگذاریم از کسانی بعد افراد وظیفه‌ای که احتمالا در نیروی انتظامی هستن و کسانی که به هر حال جانب مردم رو گرفتن، پرسش اینه که چطور فرماندهان این نیروها، نیروی انتظامی، در چنین به اصطلاح ایفومیل های دست دارن و پشت ریش و تسبیح و اینها پنهان شدن و چطور رده های پایینی که دستی ندارن در این دزدی ها، در این حیف و میل ها، راضی میشن و هموطنان خودشون رو بزنن، احتمالا حتی به قتل برسونن. این مکانیزم داخل نیروی انتظامی چطور عمل میکنه آقای تغییرزاده در حکومت های مثل ایران؟ به نظر میرسه روال خیلی پیچیده ای نیست. حاکمیت جمهوری اسلامی همونطور که آقای حیدری هم اشاره کردن، از صدر تا ذیل یک سیستم فاسده. ما وقتی به آمار فساد جمهوری اسلامی در مقایسه با نظام های دولتی دیگه نگاه میکنیم، میبینیم جمهوری اسلامی در ردیف بالاترین نظام های فاسد اداری دنیا رو داره. این یکی از عوامل اصلی بازدارنده سرمایه‌گذاری های خارجی در هر کشوری هست. و وقتی ما نگاه میکنیم حتی به دوران پیش از اعمال تحریم ها، به علت گستره فساد مالی در ایران زیر حکومت جمهوری اسلامی، سرمایه‌گذارهای خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری میکردن. البته این یکی از بازدارنده هاست. همونطور که به درستی اشاره شد، وقتی آقای خامنه‌ای یک مجموعه رو با 100 میلیارد دلار دارایی به عنوان کمیته اجرایی فرمان امام رهبری میکنه، اداره میکنه و بدون محاسبه، بدون نظارت، بدون کنترل مردم یا منتخب بین مردم، به هر میزانی که میخواد از این دارایی مصرف میکنه، در هر جایی که میخواد، حالا از کمک به جنگ کردن در کشورهایی مثل یمن و سوریه گرفته تا اجیر کردن و بسیج کردن نظامی ها برای مقابله با مردم، مردمی که در جهت خواسته های روزانه مطالبات ملی شد ممکن است اعتراضاتی داشته باشند. آقای احمدی مقدم هم به عنوان مجری فرامین، نیروی اجرایی، بازوی عملی این حاکمیت در امور داخلی، کاملا به این مکانیزم آشناست. وقتی آقای احمدی نژاد به نیروهای انتظامی متفاوت با هر نظام اداری حتی عقب مانده در آفریقا میاد، فروش نفت، تجارت خارجی رو بخشش واگذار میکنه، محموله نفت در اختیار نیروهای انتظامی پلیس قرار میده تا اونها اقدام به صادرات قاچاق یا غیر قاچاق و فروش نفت بکنن، که از این بابت هنوز میلیون ها دلار نیروهای انتظامی به دولت بدهکار هستند. خب این نیروی انتظامی درک میکنه که در هر کجا مبادرت به فساد بیشتر بکنه برای تامین خواسته های فرمانده هاشون، جای مورد بازخواست قرار نمیگیره. و این فقط فرمانده ها هستند، عوامل ارشد نیروهای انتظامی هستند، مثل عوامل ارشد بقیه ساختارهای اداری جمهوری اسلامی که از این فساد برخوردارند و بقیه به عنوان عمله ظلم عمل میکنند. به پاسبان و افسر جز از این فساد چیزی نمیرسه، اسم اونها به عنوان کلاهبردار میلیاردی مطرح نمیشه، امثال آقای احمدی مقدم میشه. و اون میدونه که در این ارتکاب جرم کسانی دستگیر هستند، درگیر هستند که همردیفای خود اونها هستند. برادر آقای لاریجانی با ملاقاتی که با آقای مرتضوی داشت، این فیلم رو شاید همه در داخل و خارج ایران اگر میخواستن دیدن، معاملات میلیاردی رو میشینن صحبت میکنن. این آقا، برادر آقای لاریجانی که
اسمن رئیس قوه قضاییه و دیگری رئیس قوه قانونگذاری جمهوری اسلامی هست، چطور باید سراغ کسی مثل آقای احمدی مقدم برن و او رو مؤاخذه بکنن در حالی که برادر دلال میلیاردی دیگر او آزاده؟ یا برای آقای مرتضوی که او پیشتر در قوه قضاییه می نشست و خود او حکم صادر می کرد، حتی در حد اعدام یا دستگیری و زندانی کردن مردم، و هرگز مورد مؤاخذه جدی قرار نگرفت و اگر یک بار مورد مؤاخذه قرار گرفت تاکنون از تنبیه او خودداری کردند. رژیمی است که یقینا به خودش آسیبی نمیرسونه، عوامل و عمله های خودش رو زیر بال گرفته و ارکان های اجرایی حکومت واقف هستند به اینکه اگر مبادرت به دزدی کردن، اختلاس کردن، در فساد درگیر بودن، حد اکثر ممکن است بخشی از منافع بادآورده رو به عنوان تاوان به ارگان های دیگه واریز بکنن و خودشون از مؤاخذه به اصطلاح مصون بمونن. آخرین نمونه همونطور که مطرح شد آقای احمدی مقدم هست. آقای تغییرزاده خیلی کوتاه لطف کنید، اینکه منابع درآمد نیروهای انتظامی علاوه بر بودجه ای که از دولت میگیره، اشاره کردین شرکت در معاملات نفتی هست، نیروی زمینی نیست؟ درسته، این در زمان دولت احمدی نژاد وقتی که ظاهرا اعمال تحریم ها مانع از صادرات نفت به صورت متعارفی شده بود، دولت جمهوری اسلامی، وزارت نفت آقای احمدی نژاد که هر چند ماه تغییر میکرد، از سپاه پاسداران تا نیروهای انتظامی و هر سازمان نیروی دیگری که داوطلب گرفتن نفت برای قاچاق کردن و فروش بود استفاده کرد، من جمله نیروهای انتظامی که مطابق آماری که بعد از کنار گذاشتن دولت احمدی نژاد منتشر شد صدها میلیون دلار به دولت از این بابت بدهکار بودند. حالا این نیروهای انتظامی، پلیس، پاسبان، کلانتری از چه راهی میخواسته نفت صادر بکنه؟ این بخشی از شبکه پیچیده قاچاق در درون حکومت جمهوری اسلامی است که بعدا آشکار شد. آقای حیدری، پرسش این هست از طرف بسیاری از مردم که خیلی خوب درآمدهای نفت ایران خود در دوره بالای بشکه 120 دلار فروش رفته و بیش از اینها، آنچه نصیب مردم شد دیده شد، مردم بهتر از من و شما آقای طاهرزاده در ایران آگاه هستن از این بابت که بر سفرهشون چه میگذره. خب الان این دارایی‌های بلوکه شده، مسدود شده ایران، تحریم ها رو هم بردارن که ما همه ما، من فکر میکنم تمام کسی با این مشکل نداره که در جهت مصالح مردم ایران و ایران تمام این تحریم ها هر چی که هست برداشته میشه، گشایشی در زندگی مردم. اما آیا حق ندارن مردم نگران باشن که این پول هایی که بعد از تحریم آزاد خواهد شد دوباره سر از همین جاها در بیاره، از حساب های امثال آقای بابک زنجانی و بقیه و بقیه و بقیه؟ این نگرانی بجاست نیست؟ چی هست آقای؟ مردم ایران که قاعدتا این حکومت رو بعد از این 30 سال کاملا میشناسن و واقف هستن که این رژیم برای بهبود و شرایط وضع حال اونا نیومده. حالا هر از گاهی تحت پوشش اصلاح طلب و سازندگی و اصولگرا وارد صحنه میشن و الان هم که آقای روحانی که با اون شعارهای آنچنانی وارد صحنه شده، اینا همه دست پروردهای خود آقای خامنه ای هستن و عملا پولی هم که اگر از این طریق آزاد شدن تحریم ها به دست جمهوری اسلامی برسه، همینک گروه هایی هستن که با جمهوری اسلامی در تماس هستن و جمهوری اسلامی موظفه که اینها رو تامین کنه، از جهاد اسلامی در فلسطین تا حماس و حزب الله، آقای اسد و تیمش در داخل سوریه و همچنین نیروهای در واقع تروریستی که در منطقه الان فعال هستن. همین امروز شما در اخبار شاهد بودین که گروهی از طالبان به دعوت ایران وارد ایران شدن، حالا مقامات دولتی تکذیب کردن ولی عملا پشت پرده دارن اقداماتی رو انجام میدن تا بتونن فعالیت‌های خودشون رو عملا توسعه بدن. پس مردم ایران میدونن که این پول‌ها چنانچه هم آزاد بشه در جهت رفاه و آسایش اونا خرج نمیشه. لابی جمهوری اسلامی در زمان همین تحریم‌ها که در واقع اوج گرفته بود عنوان میکرد که در آمریکا این تحریم‌ها منجر شده دارو به ایران نرسه. همین اخیراً شما کشتی رو جمهوری اسلامی
حامل چندین هزار تن دارو و سایر مایحتاج رو به سمت یمن داره گسیل میداره و این مردم ایران اگر واقعا مستحق این ظلم هستن که رژیم جمهوری اسلامی این چنین باهاشون رفتار کنه، در کشور ما در مناطق مرزی ما مردم ایران مشکلات دارویی بهداشتی دارن و عملا با کمبود دارو و این مسائل مواجه هستن، اون وقت جمهوری اسلامی یک کشتی حامل چندین هزار تن مسائل بهداشتی و درمانی رو به سمت یمن میفرسته. خب قاعدتا بعد از پایان این تحریم ها هم این پول ها خرج رفاه و آسایش مردم ایران نخواهد شد و شرایط از این هم بدتر خواهد شد، چون سرداران سپاه همونجور که خود آقای احمدی نژاد فرمودن برادران قاچاقچی به رویه خودشون ادامه خواهند داد و این پول ها جای دیگه ای برای در واقع رفاه و ثبات نظام جمهوری اسلامی خرج خواهد شد. شما به عنوان یک دیپلماتی که سر و کار داشته با ساختار درونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قلمرو برحال حوزه‌ای که بودید، چه تفاوت‌های بنیادی می‌بینید بین عملکرد دولت آقای حسن روحانی حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسن روحانی و محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، دکتر محمود احمدی، چه تفاوتی می‌بینی از این جهت؟ کلام اگر بخوایم این دو رو مقایسه کنیم، آقای احمدی نژاد دنبال سیاست تهاجمی بود که آقای خامنه‌ای بهش در واقع دیکته کرده بود و آقای روحانی به دنبال سیاست تنش‌زدایی، اونم آقای خامنه‌ای بهش دیکته کرده و هر دو پایه و اساسش در واقع توسعه و بست نظام و تأمین منافع نظام جمهوری اسلامی و ثبات رژیم و هیچ کدوم اینها در جهت منافع ملی ایران قدم بر نخواهند داشت و نداشتن تا کنون هم. این نکته ای هستش که حالا گروهی شاید فکر میکنن در داخل ایران با توسل به آقای روحانی میتونن در واقع مسیری رو باز کنن برای اینکه یک اصلاحاتی به وجود بیاد و قدم به قدم به سمت در واقع تعدیل این رژیم برن. عملا من فکر میکنم در اشتباه هستن، چون این رژیم غیر قابل اصلاحه و عملا کاری هم که آقای روحانی داره انجام میده پس از 20 سال که حداقل در فضای امنیتی و به عنوان مشاور امنیتی خود دستگاه آقای خامنه‌ای بوده، الان فقط سیاست‌هایی رو داره انجام میده تا بتونه هر آنچه که وجود داره در خصوص مخالفین نظام به نوعی اونها رو آروم کنه، تعدیل کنه و از صحنه حذف کنه تا مسیر رو در واقع برای ادامه و بقای این نظام در واقع مهیا کنه. و آقای خامنه‌ای، آقای طرح‌زاده امروز صحبت‌هایی کرده در مورد مذاکرات اتمی که من اجازه نمیدم چنین شود چنان شود و ملت ایران اجازه نمیدهد، ما ملت ایران عزت و شرف ملت ایران اجازه نمیده. وقتی آقای خامنه‌ای در این مسیر از ملت ایران صحبت میکنه، منظور کی هست؟ چی هست؟ همین مردمی هم هستن که در خیابون ها میخوابن، کارگران لوله سازی صفا هم هستن، کارگران شهرداری قم که اخراج شدن و رفتن امروز تجمع کردن در برابر استانداری، اینا هم هستن. کی هست ملت ایران و این تهدیدهای چندین باره چه پیامدهای چه سودی برای این بخش از ملت ایران داره؟ حالا بخش دیگرش آقای مقدم و بابک زنجانی اونو به جای خود بفرمایید. من و شما خوب آگاه هستیم که حتی نمایندگان به اصطلاح برگزیده‌ای که جمهوری اسلامی قبل از انتخاب اونها رو از صافی نظارت استصوابی گذرونده و سوگند اونها به حفظ حکومت علی خامنه‌ای هست هم، یعنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در اجرای سیاست‌های اتمی دخالتی ندارند، چه رسد مردم و توده‌هایی که کاملاً نسبت به این سیاست‌ها بیگانه نگه داشته شدند و ادامه این سیاست‌ها تنها در جهت حفظ مصالح و منافع حاکمیت جمهوری اسلامی است، نه در جهت حفظ منافع ملی ایران. اگر چنین بود، جمهوری اسلامی بعد از رسیدن به این نتیجه که پیشبرد برنامه‌های اتمی در مسیر تعیین شده اونها امکان پذیر نیست، اعلام تسلیم می‌کردند، از ادامه تحریم‌ها خودداری می‌کردند و مملکت رو، مناسبات خارجی اون رو، امنیت منطقه‌ای اون رو در مسیر طبیعی قرار می‌دادند. ولی آقای علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی همچنان حتی بعد از مأمور کردن دولت به انجام مذاکرات با جامعه جهانی به خصوص با آمریکا، سیاست گروگانکشی در برنامه اتمی رو ادامه میده، در حالی که دولت او با گروه 5+1 وارد مذاکره شدن، توافقهای کلی رو به عمل آوردن که در نتیجه اون انتظار دارن تا
تحریم ها تدریجا برداشته بشه با ترسیم خط قرمز های تازه و نسبت دادن این خط قرمز ها به خواسته های مردم چوب لای چرخه این مذاکرات میذاره. این ادامه سیاست گروگانکشی راستی آزمایی نکردن با آژانس تا زمان گرفتن امتیازهای سیاسی کافی در مذاکرات با گروه پنج علاوه یک است. اونچه که امروز علی خامنه ای مطرح کرده ادامه سیاست کهنه قدیمی جمهوری اسلامی است که تداوم اون تنها میتونه به فقر بیشتر اقتصادی ایران و در فشار بیشتر قرار دادن مردم و زندگی و معیشت اونها بیانجامد. آقای حیدری، و این سوی قضیه پنج به اضافه یک تا کجا تحمل چنین سیاستی رو از تهران داره؟ چه مسائلی داره که باز ادامه بده همین به اصطلاح سیاست معروف به سیاست مماشات رو، به خصوص پرزیدنت اوباما و دولت رو؟ خب فعلا که در حال حاضر یک ددلاین رو تعیین کردن برای 10 جون که بتونن تا این تاریخ به یک در واقع توافقی برسن، ولی قاعدتا با صحبت هایی که داره میشه و اتفاقاتی که داره میفته و همینطور اطلاعاتی که برخی دوستان ما در وزارت خارجه در اختیار ما قرار دادن، مشخصه که جمهوری اسلامی نیم نگاهی داره به تمدید این مذاکرات و طولانی تر شدن این مذاکرات، چون دیدگاهشون اینه با فرسایشی شدن این مذاکرات عملا تحریم ها ترک میخوره و میتونن اونها راههایی رو پیدا کنن که بتونن این تحریم ها رو دور بزنن و از طرفی کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی هم برای تأمین برخی از قطعات با جمهوری اسلامی همکاری هایی رو داشته باشن. این نکاتی هستش که جمهوری اسلامی عملا روش متمرکزه و از شکاف بین پنج علاوه یک و به خصوص نقش روسیه و چین بهره لازم رو میخواد ببره و به خاطر همین هم میبینیم که احتمالا شاید اگر در این تاریخی که تعیین شده به توافقی نرسن، جمهوری اسلامی به دنبال تمدید و ادامه دادن همین بازی خواهد بود. آقای تقی‌زاده، امروز خبر رو من دیدم، احتمالا شما آقای حیدری هم دیدید، که حتی در مشهد بیش از 70% اشیای زیارتی که مردم میخرن سوغات اینا ساخت چین کمونیسته. چین و روسیه آیا از ایران در مناسبات خودش با غرب، با کشورهای اروپایی و آمریکا به عنوان یک کارت برنده در دستشون استفاده میکنن، یا نه اونطور که تهران سعی میکنه وانمود کنه، چین و روسیه از حامیان متحد هستن و از دوستان رازمدت و مساله مشترک و این صحبت ها؟ در مناسبات بین‌الملل گاهی کشورهای کوچک میتونن با قرار دادن کشورهای بزرگ در تقابل و استفاده از کارت یک کشور علیه دیگری منافع خودشون رو تامین بکنن. این کار رو شاید پدر آقای بشار اسد در سوریه خیلی خوب انجام میداد و با قرار دادن منافع آمریکا و روسیه یا اتحاد شوروی سابق در مقابل هم استفاده میبرد در جهت تامین منافع سوریه. ولی جمهوری اسلامی به این علت که سیاستهاشو نه در جهت مصالح ملی که در جهت مسائل حکومت تدوین میکنه، تا به حال کمتر قادر بوده از این نوع بازی استفاده ببره در جهت تامین منافع بیشتر. به این علت همیشه ملعبه بازی کشورهای دیگر بوده، چنان که روسیه از کارت ایران در مقابل آمریکا به دفعات طی دهه اخیر استفاده برده و بخصوص در موردی که دولت آمریکا مصمم بود یا به ظاهر مصمم نشون میداد آماده استقرار یک سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و یک سیستم راتار وابسته در جمهوری لهستان هست، دولت وقت روسیه با ریاست مدودوف وارد گفتگو با آمریکا شد و با این تعهد که جمهوری اسلامی رو روی میز مذاکره خواهد آورد، کنار میز مذاکره خواهد آورد، موفق شد آمریکا رو از ادامه اون طرح منصرف بکند و دیدیم امتیازاتی که روسیه به آمریکا داده بود با آمدن ایران پای میز مذاکره به نوعی تامین شد. چینی ها از این کارت استفاده خاص نمیبرن یا نمیخوان استفاده سیاسی ببرن، چرا که حضور اونها در صحنه بین المللی بیشتر دارای انگیزه های اقتصادی است تا مانند روسیه دارای انگیزه های سیاسی و امنیتی. چین ادامه وضع موجود رو در جهت مسائل اقتصادی خودش میبینه
و هرچه ایران قابلیت کمتری برای تولید ملی داشته باشه جاذب کالاهای صادراتی بیشتر چین است و تا زمانی که مناسبات ایران با اروپا و آمریکا در وضعیت انتقادی کنونی قرار داره چین یقینا بازار انحصاری ایران رو بیش از پیش در اختیار خودش خواهد گرفت. آقای هیدری، اساسا ایران در شرایطی که جمهوری اسلامی روحانیت شیعه در ایران حاکم است، من بر این تاکید میکنم روحانیت شیعه، چون متاسفانه در ایران حتی حکومتی که خواستار یا وانمود میکنه خواستار وحدت همه مسلمانان جهان هست، ایرانیان اهل سنت از بسیاری از حقوقشون به عنوان شهروند ایرانی محروم شد. بحثیست در فرصت دیگه بهش میپردازیم. در شرایط کنونی ایران، ایران چه متحدانی داره؟ واقعا متحدان مشترک المصالح، مشترک المنافع، یا هر چه که هست در منطقه و در عرصه بین المللی؟ خب غیر از گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی اونا رو داره تغذیه میکنه و به قول گفتنی آقای اسد و حزب بعث، عملا در صحنه کشورهای جهان شاید کشور روسیه یا چین به نوعی به ایران نزدیک هستند، ولی اونها نیز به دنبال منافع خودشون هستند و اگر که شرایط رو طوری ببینن که منافع ملیشون به خطر میفته، عملا از حکومت ایران آن حمایت لازم رو نخواهند کرد. و جمهوری اسلامی تنها گروه های تروریستی از جمله حماس، همین جبهه نجات اسلامی فلسطین و گروه های دیگه ای رو که به نوعی با ایران در تماس هستن و تردد دارن رو، اونها رو داره مثل شوروی سابق حمایت میکنه و عملا منابع مالی ملت ایران رو در اختیار این گروه ها قرار داده تا با ایجاد تنش و ایجاد بحران از این بحران ها بتونه جمهوری اسلامی برای خودش در مذاکراتی که داره یا گروگانگیری هایی که انجام میشه یا اتفاقاتی که در سطح جهانی انجام میشه بتونه برای خودش کلاهی درست کنه و بتونه نظامشون رو حفظ کنن. وگرنه در بین کشورهای جهان عملا مشخصه که جمهوری اسلامی جایگاهی نداره در بین کشورهای غربی و حتی کشورهای آسیایی، و اونهایی که با جمهوری اسلامی هم رابطه ای رو برقرار کردن فقط برای تامین منافع خودشون. آقای طرزاده، آقای خامنه‌ای در سخنهای پیش از امروزش گفته بود که ما وظیفه داریم هر جایی که ظلم و ظالم هست از مظلوم حمایت کنیم در مقابل ظالم. این تا چند اندازه واقعا تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست؟ همین الان خب ممکنه بیاد و بگم ما در یمن داره ظلم میشه، در اونجا ظلم میشه، شما میگین تروریستن، ما میگیم نه مظلومه، مظلومه، فقط دستشون میرسه، خب گاهی هم سر میبرن برای اینکه رفع ظلم بکنن، حمایت میکنن. چه خواهید گفت؟ و این تا چند اندازه واقعا واقعیت داره که دفاع از مظلومان هست؟ حالا مظلومان داخل ایران به جای خود بفرمایید. باید از آقای علی خامنه‌ای پرسید که ایشون چگونه کلمه ظلم رو تعبیر میکنه. اگر که مظلوم کسی است که حامی جمهوری اسلامی است، مظلومیت او از دید آقای خامنه‌ای پذیرفته است. امروز همزمان با طرح قضیه‌ای که شما به اون اشاره کردید، ما شاهد ورود گروهی از نمایندگان طالبان به ایران هستیم. بازی بسیار حساس و خطرناکه. آیا ما طالبان رو مظلوم می‌بینیم یا ظالم؟ ما جمهوری اسلامی رو در مقام میانجیگری بین طالبان و افغانستان تا به حال به صورت رسمی ندیدیم. آیا دعوت از طالبان به تهران که حتی خبر رسمی اون تکذیب میشه با رضایت دولت افغانستان یا با مخالفت اونها رو برو خواهد بود؟ آیا طالبان رو ما به عنوان عوامل ظلم قبول میکنیم یا اونها رو هم در سیاست افغانستان مظلوم معرفی میکنیم، چنان که در یمن ما حوثی ها رو مظلوم میشماریم و بقیه اون کسانی که تا به حال در یمن حاکم بودن اونها هم زیدی بودن، دو رئیس جمهور قبلی هم زیدی بوده ولی با جمهوری اسلامی همکاری نمیکردن، اونها رو ظالم میشماریم؟ تعریف ظلم، تعریف ظالم و مظلوم از نگاه جمهوری اسلامی در ارتباط با منافع روز اونهاست، چنان که حالا میبینیم ظالمانی که مدرسه رو با آتش میکشن، صد بچه رو در یک مدرسه با گلوله در پاکستان میکشن، کسانی که یک بچه 8 ساله رو از کلاس بیرون میکشن و او رو در خیابان اعدام میکنن به جرم رفتن مدرسه،
مظلومانی هستند که جمهوری اسلامی به خودش اجازه مذاکره با اونها رو میده. علی خامنه ای امروز حرف حساس دیگری رو هم به زبون آورده، اینکه احتمال داره کشورهای دیگه جنگ‌های نیابتی علیه ایران رو آغاز بکنن. آیا دعوت کردن از گروه طالبان به ایران به نوعی مقابله با احساس خطری است که آقای خامنه ای در مرزهای ایران داره؟ آیا این احساس خطر در مرزهای شرقی ایران خواهد بود یا مرزهای غربی ایران هم که به هر حال همیشه ناآرام بوده در مزان تحریکات تازه‌ای قرار میگیره؟ متاسفانه از دید مردم ایران تحریکاتی که جمهوری اسلامی در منطقه صورت داده، حضور مداخله جوی نظامی اونها در یمن، عراق، سوریه و لبنان عواملی هستند که نه تنها از نظر اقتصادی مملکت ما رو به تحلیل روزانه میبرند که امنیت ملی ایران رو هم در خطر جدی قرار میدن. در این زمینه نظر شما رو میشنویم و تفسیر شما رو در مورد آنچه که آقای طغی‌زاده گفت، عملکرد جمهوری اسلامی ایران رو هدف تهدیدهای بالقوه و احتمالاً بالفعل در آینده قرار میده. تا چه اندازه بااستاد واقعیت هست این گفته؟ خب قاعدتاً همان گونه که کشورهای عربی مکررن به جمهوری اسلامی این پیام رو رسوندن که کسی که در خانه شیشه ای نشسته به سوی دیگران سنگ پرتاب نمیکنه. مداخلات جمهوری اسلامی در داخل این کشورها و حتی همسایگان دیگرش نهایتاً داره مسئله رو به سمت سوی میرسونه که الان خود آقای خامنه ای گویا زنگهای خطر رو شنیده و متوجه شده که این فسادی که در داخل ایران حاکم شده و این تبعیضی که به وجود اومده به خصوص بین قومیت‌ها و مذاهبی که در داخل ایران هستن، باعث شده که عملاً از این فضا استفاده بشه و کشورهای دیگه هم همون روش جمهوری اسلامی رو استفاده کنن و بتونن جمهوری اسلامی رو در مرزهای خودش به چالش بکشن. و حضور طالبان هم به نوعی میتونه مؤید همین قضیه باشه، چیزی که دولت ایران اون رو داره تکذیب میکنه عملا، ولی ما میدونیم که این اتفاق داره میفته و قبلا هم در داخل جمهوری اسلامی و از طریق کانالهایی که در واقع در داخل خود افغانستان جمهوری اسلامی داشته و سپاه قدس اونجا داشته مذاکرات و در واقع مطالبی رو با این گروه طالبان داشتن و الان دیگه موضوع به سمت سوی رفته که قضیه مطبوعاتی شده و منجر شده که سخنگوی وزارت خارجه اون رو تکذیب کنه. ولی عملا نشون دهنده اینه که کشورهای دیگه ای که با جمهوری اسلامی به سوی تخاصم دارن میرن، از همون نقشه جمهوری اسلامی برای اینکه جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن دارن استفاده میکنن و حال باید دید که چه اتفاقی بر سر ملت ایران خواهد آمد. آقای طغی‌زاده، ممکن جمهوری اسلامی این رو بزنه که زدن، بسیار هم زدن، که خب ما در همسایگیمون عراق هست، خلیج فارس هست، آن سوتر به اصطلاح خلیج عدن، باب المندب و بقیه مسائل، این سومون هم افغانستان هست، آمریکا یا نیروهای غربی در اونجا چه میکنه؟ اگه این حرف رو مطرح کنن و بخوان از اون مجوزی بسازن برای دخالت های خودشون در افغانستان، عراق، در منطقه، در مورد یمن، چه پاسخی در برابر چنین شیوه توجیه یا تبلیغ حکومت ایران شما دارید؟ واقعیت این است که جمهوری اسلامی نمیتونه مدعی ژاندارم بودن منطقه و بقیه دنیا باشه. این پرسش رو مردم ایران در درجه اول از رهبران جمهوری اسلامی باید مطرح بکنند که واقعا شما اگر حتی قصد مداخله دارید که در این مداخله منافع ما یعنی مردم ایران در نظر گرفته نمیشه، بضاعت این کار رو هم دارید یا با زدن این سنگ ها به شیشه دیگران عملا ما یعنی مردم ایران رو در خطر جنگ، در خطر نداشتن امنیت قرار میدید. آمریکا دارای یک اعتبار دفاعی نزدیک به 900 میلیارد دلاری است، بزرگترین نیروی نظامی دنیا را در اختیار داره. در دنیایی که نظام دو قطبی حاکم بود، یکی از دو ابرقدرت دنیا بود و حالا تنها ابرقدرت دنیاست که باید نظم رو در دنیا برقرار نگه داره. آیا این بضاعت ها رو جمهوری اسلامی هم داره؟ شاید اگر ابرقدرت دیگری بود، مثلا در زمینه اقتصادی، چینی ها این حق رو داشتن که با آمریکا وارد این گفتگو بشن که ما با شما برای حفظ نظم در دنیا، مثلا حفظ نظم انتقال انرژی از تولید کننده به مصرف کننده، باید به چه فرمولی دست پیدا بکنیم.
یا روسیه به عنوان دارنده یکی از دو زرادخانه بزرگ اتمی باید با آمریکا وارد گفتگو میشد که ما مساله خودمون رو مثلا در منطقه مدیترانه با هم چطور تقسیم کنیم. ولی جمهوری اسلامی که سرانه اعتبارات دفاعیش از ضعیفترین کشورهای منطقه عقبتر هست و اقتصادش در سال گذشته 3% رشد منفی داشته، نمیتونه مدعی ابرقدرتی مثل آمریکا باشه و این پرسش رو با اون مطرح بکنه. برای اینکه حداقل این است که بضاعت این برابری رقابت رو نداره. ولی بضاعت اگر در داشتن در انجام جنگ های غیر متقارن هست، خب این رو گروه های چریکی کوچک نظیر الشباب هم در آفریقا یا القاعده در عراق هم انجام میدن. جمهوری اسلامی هم با اعتبار کمتر عنوان عامل اخلال در نظم دنیا این اخلال رو در یمن و سوریه و عراق و لبنان انجام داده. ولی گسترش این تعهدات و باز کردن زمینه مداخلات جمهوری اسلامی عملا به قول استرالیایی ها شکل بومرنگ پیدا خواهد کرد و همونطور که آقای حیدری به درستی گفتن، تلافی جویی کشورهایی رو به دنبال خواهد داشت که جمهوری اسلامی اونها رو هدف قرار داده. خب اجازه عربستان سعودی به تنهایی دارای یک نیروی هوایی قابلی است که در صورت آغاز جنگ با ایران میتونه همونطور که عراقی ها در سال اول و دوم جنگ 5 استان ایران رو ویران کردن، تمام استانهای جنوبی ایران رو ویران بکنن. اون وقت مردم ایران باید آقای تغییرزاده اجازه بفرمایید همین چاره‌جویی هایی باشن که ما در سالهای جنگ بعد از عراق بودیم. آقای تغییرزاده خواهش می‌کنم مختصر فقط بفرمایید، این که ببینید شما میگید که ابرقدرت آمریکا یا هر ابرقدرتی برای اینکه نظم جهانی رو برقرار کنه، اگر باز پاسخ شما رو اومدن دادن که آمدن نیروهای آمریکا و متحدان آمریکا به منطقه باعث ایجاد نظم نشد، در عراق سالیان سال میبینیم اون چی که میگذره و بقیه مناطق، خیلی مختصر بفرمایید چه پاسخی خواهید داد؟ این پرسش رو که بارها آقای خامنه‌ای و بقیه مطرح کردن، چه کسی ابرقدرت‌ها رو موظف کرده که نظم جهانی رو برقرار کنن و ما این نظم جهانی ابرقدرت‌ها رو قبول نداریم؟ حرف تهران بفرمایید. هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه مدعی استقرار نظم دنیا و مجری قوانین بین الملل باشه. ما در دنیا یک سازمان داریم به اسم سازمان ملل متحد. سازمان ملل متحد در درون خودش واحدی داره به اسم شورای امنیت و شورای امنیت مسبباتش در جهت توسعه نظم در دنیاست و قوانین بین الملل مسببات شورای امنیت رو به عنوان مسببات حقوقی بین المللی پذیرفته، در حالی که ادعاهای جمهوری اسلامی خریدارش تنها در درون حکومت جمهوری اسلامی است. نه، جمهوری اسلامی به جای خود، سازمان ملل پرسش این هست، جمهوری اسلامی حرفش این هست. آقای حیدری که آقای تغییرزاده جواب کامل ندادن باز خواهیم گشت، این که در عراق با مصوبات سازمان ملل هم رفتن ولی نظمی برقرار نشده، مردم عراق عملا 35 ساله حالا بعد از جنگ ایران عراق هم چنان زن عراقی زنبیل به دست میره، کاوی گوجه چیزی بخره، بمبی منفجر میشه و از بین میره. شما چه پاسخی دارید برای این حرف و برای چنین تبلیغات و توجیهاتی که موسیقیست در دست حکومت ایران برای دخالت در عراق کشورهای منطقه؟ خب اتفاقاتی که در منطقه داره میفته و عملا باعث حراس کشورهای منطقه شده، به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس، به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی بوده، وگرنه کشورهای خلیج فارس به دنبال این نبودن که قدرتی بیاد در منطقه و بخواد از اونا پاسداری کنه، محافظت کنه از اونا، یا به دنبال این نبودن که بخوان جمع بشن در کمپ دیوید در هفته گذشته و بخوان از طریق آمریکا اونها محافظت بشه. اینها نتیجه سیاست‌های در واقع مداخله جویانه جمهوری اسلامی بوده که کشورهای منطقه رو به چالش کشیده. همینک آقای در واقع رئیس جمهور افغانستان به ایران اومده بود چند هفته گذشته تا
با جمهوری اسلامی مراودات دوستانه برقرار کنه، ولی ما میبینیم که پشت سایه این قضایا جمهوری اسلامی در صدد تا با طالبان روابطی رو برقرار کنه تا در خلأ نبود نیروهای آمریکایی و خروج اونها بتونن اونجا رو هم در واقع مثل عراق به حال روزی که امروز در عراق هست مبدل کنن. کارهایی که داره جمهوری اسلامی انجام میده و مداخلاتی که داره انجام میده در کشورهای منطقه و بحرانهایی رو که ایجاد داره میکنه باعث شده که در واقع سازمان ملل و قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا به خاطر حفظ منافع خودشون هم که شده در منطقه ناوگان داشته باشن و جمهوری اسلامی در اون حد و اندازه و قواره‌ای نیستش که بخواد با قدرتی مثل آمریکا در واقع مقابله بکنه. و نکاتی که هستش فقط وجود خود جمهوری اسلامی و طرز تفکر جمهوری اسلامی باعث شده که امروز منطقه خلیج فارس به این وضعیت مبتلا بشه و کشورهای منطقه رو وادار کنه که رو در روی هم قرار بگیره. خب ببینید این که ایران، حکومت ایران یا هیچ قدرت دیگه در منطقه در حد و قواره نیست که با آمریکا یا ناتو در بیفته، این روشن. اما حرف بر سر اینه که حکومت ایران میگه یا شما چرا در افغانستان حضور داری، چرا در عراق حضور داری و چرا در منطقه تعهدات دارید با کشورهای منطقه؟ ما هم تعهدات ایدئولوژیک داریم با فرض کنیم حمایت از شیعیان عراق یا در افغانستان به نحو دیگه ای. در افغانستان هم الان هنوز خیلی روشن است، اینجا هم در واشنگتن چنانچه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان برن تماما به کلی، کمتر از یک ماه دوباره طالبان احتمالا حاکم خواهد شد. بنابراین تهران هم اگر بیاد بگه ما به فکر آینده هستیم چه خیلی فایده داریم؟ خب قاعدتا سیاست جمهوری اسلامی صحبت از صدور انقلاب و این گونه موارد بوده و فکر میکنن سردمداران نظام جمهوری اسلامی با فرافکنی موضوع و طرح این گونه موضوعات که آمریکا چون در منطقه حضور داره ما هم باید حضوری فعال داشته باشیم، میتونه این قضیه رو در واقع برای نیروهای خودشون توجیه پذیر کنه. اما آنچه مسلمه، فقر و فلاکتی که دامنگیر ملت ایران شده و رفاهی که باید مردم ایران داشته باشن متاسفانه ندارن و دامنه فساد و فحشایی که در سطح کشور ایران در واقع پخش شده، مؤید این هستش که جمهوری اسلامی نمیتونه جاندارم منطقه باشه به خاطر اینکه نتونسته رفاه رو برای مردم خودش ایجاد کنه. حداقلش آنچه مسلم، اگر آمریکا حضور نظامی در منطقه داره، مردم آمریکا در داخل آمریکا اون رفاه نسبی رو دارن که بتونن در واقع اون ارتش رو تامین کنن. آیا جمهوری اسلامی این رفاه رو برای مردم خودش ایجاد کرده که میخواد برای شیعیان افغانستان یا عراق این قضایا رو مهیا کنه؟ آقای طغی‌زاده، پیش از انقلاب در ایران محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران یک بار سخنی گفت، گفت اگر ما بریم، یعنی گفت اگر نظام پادشاهی سقوط کنه یا به اصطلاح از بین بره در ایران، منطقه روی آرامش رو نخواهد دید. ظاهرا که نه، عملا چنین پیامدی داشته انقلاب ایران. این نظر تا چه اندازه بازتاب دهنده اهمیت ایران هست و اهمیت نوع حکومتی که در ایران بر سر کار باشه برای امنیت منطقه، کل منطقه و جهان؟ شاید تحولات سیاسی هر منطقه آقای چالنگی تاثیرگذار هستند مستقیما بر مجموعه ای از تحولات دیگه، یعنی نمیشه در یک منطقه یک رویداد رو مجزا از مجموعه تغییرات و تحولات دیگه مورد بررسی قرار داد. اگر ما از تغییر حکومت در اتحاد شوروی و سقوط اتحاد شوروی به عنوان یک رویداد بزرگ تاریخی یاد میکنیم، بزرگترین رویداد قرن 20 از نظر سیاسی بعد از جنگ دوم جهانی تغییر حکومت در ایران بوده که خلأ قدرت بعد از سقوط حکومت پادشاهی یکی از عوامل به هم ریختن نظام منطقه‌ای شده. به نوعی این تحولات حتی در تغییرات اتحاد شوروی هم تاثیرگذار بود. اگر حکومت پادشاهی در ایران ادامه پیدا می‌کرد، ایران به عنوان یکی از 4 قدرت نظامی بزرگ دنیا در منطقه حضور داشت، نحوه سقوط اتحاد شوروی، تشکیل 15 جمهوری جانشین اگر عملی هم می‌شد، جای تردید در واقع هست، به نحوی که انجام شد صورت نمی گرفت، چرا که ایران به راحتی میتونست مدعی مناطقی باشه
که در جنگ‌های صد و چند سال گذشته با روسیه از دست داده بود، این مناطق از آذربایجان تا گرجستان، ارمنستان و ورای دریای خزر در مناطق آسیای مرکزی رو شامل میشد. با توجه به اینکه حفظ تعادل قدرت در مناسبات بین‌المللی از عوامل بزرگ امنیتی هست، حتی شاید آمریکا هم به این تغییرات تن نمیداد، چرا که حضور یک قدرت بزرگ منطقه‌ای میتونست منافع عالی غرب، ناتو را هم حتی به نوعی به خطر بندازه. بنابراین اونچه که پادشاه ایران اظهار کرده یک پیشبینی درست از میزان قدرت ایران، موقعیت استراتژیکی ایران و همینطور تایید و تکرار این اصل است که تحولات بین‌المللی تاثیرگذار هستند به تحولات جانبی و تاریخ ادامه و تسلسل تحولاتی است که شروع میشه و در مناطق مختلف دامنه پیدا میکنه. در همین زمینه تفسیر شما رو میشنویم. نقش و اهمیت ایران و نوع حکومتی که ایران چونچه داشته باشه میتونه هم در رفاه مردم و هم در امنیت و ثبات در منطقه مؤثر باشه. آقای قیدری، خب حضور جمهوری اسلامی و پیدایش جمهوری اسلامی عملا شاید با این شعار مردم ایران به دنبال صحبت‌های آقای خمینی رفتن که بتونن به اون رفاه و اون وعده‌هایی که روحانیون به مردم ایران داده بودن و در واقع بهشتی رو که روحانیون برای مردم ایران سالیان سال ساخته بودن برسن. ولی امروز ما می‌بینیم که عملا اتفاقاتی که افتاده و اقداماتی که داره جمهوری اسلامی انجام میده مردم ایران رو از مذهب و اون مطالب به کلی دور کرده و نقش جمهوری اسلامی هم در منطقه تبدیل به یک نقش مخرب شده. در زمانی که در واقع حکومت شاهنشاهی در ایران برقرار بود، ژاندارم بودن ایران در منطقه تثبیت شده بود. مداخلاتی که ایران در منطقه میکرد باعث ثبات منطقه میشد. اقداماتی که حکومت سابق کرد در خود عمان و اونجا شورشیان اونجا رو در واقع خونسا کرد و یا پیمانهای منطقه‌ای که شاه با کشورهای همسایش داشت باعث یک ثباتی در منطقه شده بود. اما الان اقدامات جمهوری اسلامی باعث بی‌ثباتی منطقه شده، طوری که خود کشورهای غربی ناوگان خودشون رو و حتی هزاران سرباز خودشون رو به منطقه گسیل داشتن تا بلکه بتونن نظم و امنیت رو برقرار کنن. یعنی حضور جمهوری اسلامی و تولد در واقع جمهوری اسلامی باعث فروکش شدن و در واقع از هم پاشیدگی منطقه شده و هر روز که ادامه پیدا میکنه قاعدتا دامنه این هرج و مرج و این مسائلی که یک سوش جمهوری اسلامی هست افزایش پیدا خواهد کرد. کمتر از 2 دقیقه وقت داریم آقای تقی‌زاده. ببینید آقای خامنه‌ای، شما میگین که قدرتی ندارن با قدرت‌های بزرگ در بیفتن. خب ولی آقای خامنه‌ای هر روز یک مشلگدی به یک حکومتی میزنه، گاهی هم آمریکا و این صحبت. من پرسش من اینه، خارج از این بحثی که بود، اینه که چنین حکومتی با چنین حالی که این همه ابراز ابرقدرتی منطقه هم جز الفاظشون هست، چی هست که از یک روزنامه نگاری مثل احمد زیدآبادی نگران هستن وقتی بعد از 6 سال محکومیتش تموم میشه بلافاصله تبعیدش میکنه دیگه؟ این بر آمریکا، در دهان آمریکا و بر قدرت ها زدن، این بر یک روزنامه نگار مثل احمد زیدآبادی رو هراس داشتن. این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنین در یک دهه؟ حکومت‌های اقتدارگرا از دگراندیشی متنفر هستند و از دگراندیشان به شدت می‌ترسند. اونها می‌خوان خودشون رو نماد قدرت جامع نشون بدن و اقلیت رو بتونن جایگزین اکثریت بکنن. وقتی دگراندیشان قادر هستند نقطه نظرهای متفاوتی رو مطرح بکنن، تصویری که جمهوری اسلامی یا هر حکومت اقتدارگرای زورگوی دیگری میخواد از اکثریت داشتن خودش تصویر میکنه خدشه‌دار میشه. بین الملل با ارباب قلم همون قدر بد برخورد میکنن و از اونها همون قدر میترسن که از دشمن خارجی. تعبیر و تفسیر شما رو میشنویم آقای حیدری. نگرانی این حکومت از یک مفسر کارشناس مسئله خاورمیانه روزنامه نگار احمد زیدآبادی چی هست؟ خب نگرانی جمهوری اسلامی از آزادی بیان و دادن در واقع فضا به افرادی مثل آقای زیدآبادی عملا چیزی هستش که جمهوری اسلامی رو میتونه به چالش بکشه و پایه های قدرت اونها رو مختل کنه. و به خاطر همین هم هستش که ما میدونیم با امثالی مثل آقای زیدآبادی یا خانم نرگس
محمدی و برخی دیگر از کنشگرانی که در داخل ایران فقط به دنبال مبارزات مدنی و گرفتن حقوق خودشون هستن، میبینیم چگونه برخورد میکنه و اجازه در واقع دادن فضا به اونها رو لغو میکنه و با این اقدامات میخواد با ایجاد رعب وحشت عملا پایه های خودش رو محکم نگه داره. سپاسگزار هستیم آقای محمد رضا حیدری در نروژ. با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده در انگلستان. به پایان این برنامه تفسیر خبر رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دراگ، دنا و الوند کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.